با سلام دوباره به همه دوستان و شنوندگان عزیز، اسم برنامه رو گذاشتیم پیشگو. همه کنجکاو هستن و در پی این هستن که آینده خودشون رو ببینن آخرت چطور میشه. و اگر هم یادم داشته باشیم سر کوچه بازارها این فالگیرها و پیشگوها میدیدیم، ولی حتی امروز هم چه کسایی وجود دارن که میان برای امرار معاش فالگیری میکنن. مرتازایی هستن که تو هند هم هستن، حتی تو ایران هم میتونیم اونا رو ببینیم. با ببینیم در صورت ببینیم ببینیم نظر تو رو در مورد اینا چیه و چجوری باید با اونا طرز عمل کنیم و فکر کنیم. با یه میدرا شروع میکنیم که تو رو اومده قوانین او ویدونی، او شخصی است که روح رو احضار میکنه، روح احضار میکنه و ازش آینده میپرسن، و ویدونی جادوگره. این دوتا اوویدانی رو بغل قوانین کوهنیم نمشته شده، اینا دوتاشو با هم نمشته شده. ببینیم رمز چیه. رمز این که دوتاشو بغل هم نمشته اینه که اگه میدونیم شاول ملخ یکی از پادشاه اسرائیل بود که جنگی میخواست وارد بشه و اومد چیکار کرد، از روح ازار کرد و توسط جادوگرا و سوالایی که میخواست از اونا پرسید و به این طریق باعث شد که یک شهر کهنی رو از بین ببره. و به این صورت میدراش ادامه میده که شاول مثل پادشاهی میمونه که وارد یک شهر شد اون پادشاه و گفت که تمام خروس اون شهر رو بیارید، تمام خروس ها رو از بین برد. شب که میخواست بگیره اون پادشاه بخوابه، تقاضایی یک خروس کرد که این خروس رو بذاره به عنوان یک ساعت که از خواب بیدارش کنه صبح. بهش گفتم اگر نه تو همه خروس ها رو کشتی. به این صورت شاول هم در اول اومد تمام جادوگرا رو، بخاطر که پادشاه اسرائیل بود، که از قانونهای توتورا این است که تمام جادوگرا رو از بین برن. تمام شاول اومد تمام جادوگرا رو، اون احضار کنندگان روح و تمام فالگیرا رو همش از بین برد به خاطر اون قانون تورا. و بعد که در ساعت تنگی در اومد که دید خیلی بدجور لازم داره دنبال یک فالگیر و پیشگو و یک روح ازار کن و گشت که در مورد جنگی در پیش داشت برایش پیشگویی کنن که چی کار کنه چی کار نکنه. و از این رو بود که رفت پیش یکی از اینا و اون روح ازار کرد. شخصی بود که خودشو مخفی کرده بود، یک زنی بود که خودشو مخفی کرده بود. این شاول اومد اون زن رو پیدا کرد، برایش پیدا کردن و اومدن روح شموئل رو احضار کردن و ازش پرسیدن که چه کار باید بکنن. میدراش توضیح میده که همین که شاول اومد این کار انجام داد، از پادشاهی برکنار شد و میتونست شاول واقعا مدت زیادتر پادشاه بمونه، ولی چون این گناه کبیر رو انجام داد، اون پیاله گناه لبریز شد و پاسخ میفهمد در مورد شاول. و شاول فوت کرد به خاطر اینکه خیانت کرد به هشم، صحبت هشم رو نشنید و همچنین از جادوگران پرسش کرد و از خداوند پرسش نکرد. منظور از خداوند پرسش کردن اینه که دوره که به دمگاش بودش، اون کوهن یک قباچه داشت و اون قباچه روش اوریم و تومیم بود، یک سلسله سنگ های مخصوص بود که موقع که پادشاه سوال داشت یا که وقت سوال مهمی برای کشور اسرائیل بود، میرفتن از کوهن و با اون علامت ها که میداد میفهمیدن، نکتار روشن میشد اون سنگ ها که تو قباچه لباس اون کوهن گادول بود و متوجه شدن که چه راهی باید انتخاب کنن برای این موقعیت. و مزالک باید بودنیم که شاول هم همچی کاری کرد، رفت از کوهن گادول پرسید و کوهن گادول به خاطر دلایلی جواب اونو، یعنی اون قباچه جواب اونو داده نداد. و از این رو بود که شاول خیلی لازم میدید برای خودش که بره از اون جادوگران بپرسه و اون روح شمال احضار کردن و از اون سوال پرسیدن و به این صورت جریمه شد. و در واقع بود که شاول صبر و شکیبایی میکرد، خودش اصلاح میکرد، خودش رو پاک میکرد و دوباره از کوهن میپرسید و اون موقع بود که کوهن جواب اونو میداد و نه اینکه خودش گناه خودش رو سنگین تر کنه و بره از اون جادوگره بپرسه. و باید دونیم که با وجودی که هدف شاول لشم شمایم و محزندالله بود، چون میخواست به جنگ پلیشتین بره، فلسطینیا بره و نجات برای بنی اسرائیل در کار بود، با همه وجود
نبود از راه درست و راه درست انتخاب نادرست انتخاب میکرد، بود راه درست و انتخاب میکرد. حالا سوال اینجا که خیلی عجیبه اینه که شاول چجوری همچین گناهی به این بزرگی کرده؟ مگر نه میدونیم که شاول آدم صدیق بوده و واقعا به خاطر کمک بنی اسرائیل کارا میخواست انجام بده. جوابش این است که شاول فکر میکرد الان تو موقعیت خطر جانی وجود داره و باید به هر صورت بوده یک کاری میکرد. اگه راه درست نبود راه اشتباه، باید به این صورت بود که رفت اون روح رو ازار کرد، روح شمول رو، تا بدونه اون نظر اشم چیه در مورد وارد شدن به این جنگ. و روح شمول اومد و واقعا خیلی هم مضطرب شد موقعی که شمول اومد. داستانش نمیخوام تو داستانش بریم، و روح شمول اومد خیلی هم مضطرب شد، گفت که چرا منو ازار کردی، من ترس برش داشت. و چون هشم به طور مستقیم جواب شاول رو نداد، اون رفت روح رو ازار کرد. و شاول در این مسئله حساب کتاب اشتباهی انجام داد، چون اگه تشوبه کرده بود هشم اومد باش جواب میداد و جواب اون رو به طریق کوهنگادول و اوریموتومی میداد. پس ما میبینیم که حتی اگه نفر صدیق هم باشه، نیتش هم بشم شمایی باشه، میتونه جای اشتباه داشته باشه، باید پرهیز آدم بکنه و هول و لکی نشه، تندی عجله کنه، بگه من الان من ساعت خطر من بعد الان یه کاری کنم. تا موقعی که موقعیت وجود داره میتونه از راوی از کسی بپرسه، و شاول این فرصت رو داشت و همین الان خطر جانی وجود نداشت. نکته دیگه اینه که میبینیم تو شاول اینه که یک ضد نقیض خیلی بزرگی تو خود شاول میبینیم که از طرف تمام اون جادوگران رو از بین برد و از اون بر رفت جلوه، رفت دنبال جادوگر گشت. خود همچی کاری که ضد نقیض تو کارش هست باید بود شاول رو هوشیار میکرد، بعد چشمشو باز میکرد که چجور من میتونم جلو مردم بیام یک زبان و دو عمل داشته باشم. دوتا چیز مختلف دارم میگم، از باید دیرم خودمو ضد نقیض انجام میدم. باید بود خود همچیزی چشمشو باز میکرد و چشمشو باز کرد و همچی چیز شاول ندید و اشتباه بزرگی کرد و جریمه شدید. اوکی، دوباره میبینیم که چیزی که میبینیم دوباره از نزدیک شدن، نزدیک نوشتن این دو تا موضوع، دو تا قوانین به هم، یعنی جادوگر دنبال جادوگر نری، روح رو ازار نکنی، و پاراشای بعدی که کهنین باشن، یه نکته خیلی مهمی یاد میگیریم برای ما اینه که اگه شخص طالب و مشتاق این است که پیش بینی و آینده بینی داشته باشه و بدون راه درست چیه که تاریخ کنه، طریقه درست و عقلانیش این است که هشم هم دوست داره اینه که آدم نزد کهنین بره و راه و طریق خودش رو از اونا بیاموزه. چون انسان طبیعت و کشش اینو داره که بدون آینده چی است، چه کار من کنم، خونه رو بخرم یا نخورم، این با این ازدواج کنم یا نکنم، تمام سوالایی که داره آدم از کجا میدونه. به همین خاطر تورا فرموده که به دنبال، چون که تورا میدونه که ما انسان ها میخوان آینده بین باشیم، رایدوی گفته دنبال این چی؟ دنبال این فالگیرا و آینده بینا نرو. چون چیه؟ همونجور که یادمون هست اینا یه سفره پهن کردن، من قشنگ کوچیکی بودم یادم هست، 4 تا نخود ریختن رو زمین، اون هم‌ماشون رو پوشیدن، اون خورجینشون رو به دست گرفتن، 4 زانو نشستن روی سر کوچه ها، یک آتشی هم گرفتن و جادو جنبلشون میکنن. همه اینا میدونیم که واقعی نیست و تمامش این افکارهای بی خوده. تو را میدونه که انسان هم چیزی دنبال رو هم چیزی هست. همین خاطر من با چشم خودم میبینم الان هم حتی کسایی هستن که امروز هم میرن، حتی بعضی از این اشخاص هم ممکنه اسرائیل باشن که دارن میره میان جادو جنبل میکنن. بلکه تو را گفته ببین برو دنبال کوهنیم، پاسخ به همدیگه چسبونده، به دنبال کوهنیم. و امروزی که کوهنیم نداریم، به تمیقدش نداریم، هشم برای ما لطف کرده، ربانیم هستن، گدوره تو را هستن که برای ما فراهم شده که تمام نکات زندگی رو، چه روحانی چه مادی. بعضی ها فکر کنن چه با مادی من برم بگم ماشین بخرم نخرم، نه، اینا راوا کسایی هستن که چشم ما رو میتونن باز کنن، چون اونها تو لابلای کتاب مقدس با کلمات تو را برای ما چیزا رو آشکار میکنن، برای هر کسی راه و چاره پیدا میکنن. و هشم به توسط این بزرگان است که با ما صحبت و مسیج و پیغام میفرسه.
البته که شخص با حسن نیت یه راوی رو برای خودش انتخاب کنه که به اون اطمینان داره، از زندگیش خبر داره، حالیت شخصیتش رو میشناسه، میدونه که چه جور چه مزاجی داره. اگه نفر فقط سرش میذاره پای میره هر شهر راوی شد، از راز علاقایی که علاقا میتونه بپرسه، ولی کسی که خواد نظر بپرسه، خانوادگی چه جور، چقدر پول خرج کنه، چه کاری کنه، چه کاری نکنه، اگه راوی خانوادهشو بشناسه، بشناسه اون طرف کیه، عشان کمکش میکنه توسط این راوی اون راه درست رو بهش عشم صادر میکنه تو مغز این راوه، که این راوه هم بتونه به راوه یا گیدو لدوره بتونه به این طرف بفرسه. پس به جای که دنبال کارهای اشتباه بریم، بعد یه نفر برای خودمون انتخاب کنیم که بتونه ما رو راهنمایی کنه. و اونجا پاسخ هم خیلی ناراحت عشم، بعضی وقتا میگه عشم میگه منو ول کردن اون چشمه زلال، رفتن دنبال اون چاهای شکسته، دنبال باتلاق و آب مرده. این چهار تا نخود و بیرزن رو زمین و فال بگیرن و این برنامه‌ای که دارن و این چیزا تمامش آب مردن، مردابه، چیزی هست که آدم آخرش چشم به سیاهی تبدیل میشه. پس چشمونو باز کنیم، آبی که میخوام بخوریم، آب از چشمه زلال بخوریم، بدونیم که عشان مسیج خودشو توسط این کسایی که مغز و بدنشون و تمام زندگیشون رو گذاشتن برای شناخت عشان و عشان توسط این میاد خودشو به ما آشکار میکنه و نظر شما ما میگه. عشان پس کمکمون کنه ایش وقت شک تو زندگیمون نداشته باشیم. اونجور که پیر قوت میگه اصل خراب ورخق منصفق، هر وقت شک تو دل داری، شک تو دل آدمو ناراحت میکنه، آدمو تو ناراحتی قرار میده. بهتر میکنه که بره بشه کسی که بهش شناخت داشت داره، کسی که بهش راحت هست، توضیح بده مسائلشو، نه فقط پیش دوستش بره، بلکه کسی باشه که صلاحشو بدونه. و به این صورت آدم بیتاخن شما البته دوباره به عشم قوی تر میکنه، موقعی که بدونه که عشم من میدونم تو داری به من صحبت میکنی و تو داری به من مسیج رو میفرستی. اگه آدم با حسن نیت رفتار کنه، اون راون با حسن نیت جواب میده. اگه آدم بخواد با کلک و هیله پیش راه بره، بعضی چیزا رو بگه بعضی چیزا رو نگه، فکر کنه داره زندگی میکنه، اون مسیجی هم که عشم میفرسته کامل و دقیق نخواهد بود. موقعی که آدم با حسن نیت با عشم رفتار کنه، بیتاخنش بده دست عشم، عشم هم باشون برمیگره. باروخ اگه بری شرف تخت باشم، خوشباری کسی که باشم توکل داره، جوابش چیه؟ وای عشم میفتخو. عشم هم چیکار میکنه؟ میاد برای اون وسیله میشه و عشم هم بهش توکلشو به اون قوی میکنه که دوتا با هست دو طرف کار میکنه. پس عشم کمک میکنه که چشمامونو راه درست انتخاب کنیم. تانکیو.